چهارمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران در ایستگاه آخر. جشنواره‌ای که با داوری 89 بازی از 23 شرکت و 45 فرد حقیقی بازی‌ساز آغاز شده بود. نگاهی به ژانر بازی‌های این دوره نشون می‌داد که تولید کنندگان ایرانی گرایش بیشتری به بازی‌های ساده و موبایلی پیدا کرد. کم کم داره سند میره به اون سمت که فقط صرفاً کمیت تولیدات براش مهم نباشه، کیفیت هم همونقدر مهم باشه و خب تأثیرش رو داریم می‌بینیم. من فکر می‌کنم اگه همین روال رو ادامه بدیم و هر جشنواره بتونیم یه بخش کوچیکی رو به سمت حرفه‌ای شدن ببریم، شاید 5-6 دوره دیگه یه جشنواره خیلی معتبرتر شاید بشه. ما سعی می‌کنیم موضوعاتی رو انتخاب کنیم که خب یه ذره به سبک و سیاق ایرانی‌ها بخوره و ضمن اینکه در کنار اینکه به این سبک و سیاق میخوره باید بتونه رقابت کنه با بازی خارجی. روند تولید بازی‌های ایرانی در چند سال بر پایه این جشنواره نشون داده در صورت حمایت قانونی از تولید کنندگان، بازی‌های ایرانی رقیب جدی برای نمونه‌های خارجی میتونه باشه، هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ کیفیت تولید. صنعت گیم تو ایران اگر خوب در واقع پشتوانه خوبی داشته باشه تو چند سال آینده یه سرگردان میتونه از بازی‌های خارجی بالاتر باشه. قطعا وقتی که تا اینجاش تونستیم تقریبا با دست خالی پیش بریم، حتما میتونیم با یه برنامه‌ریزی ساخته درست کار خیلی قوی‌تر بزرگتری انجام بدیم. در مجموع با توجه به قابلیت‌هایی که وجود داره اگر برنامه‌ریزی درستی صورت بگیره طبعا میتونیم در بازی رایانه‌ای حرفی برای گفتن در بازار جهانی هم علل خصوص بازار کشورهای اسلامی داشته باشیم. اما غزال زرین جشنواره چهارم در بازی‌های اکشن به ارتش‌های فرازمینی، در بازی آنلاین به کلاب فوتبالمن و در بازی‌های ماجرایی به انقراض رسید. بازی پروانه به عنوان بازی سال ایران دست یافت و خروس جنگی هم بازی موبایلی سال شناخته شد. نوجوان شجاعیه که سعی می‌کنه به دیگران کمک کنه، شهرش رو از بیماری نجات بده و سعی کردیم پیام ها رو از نگاه های مختلفی داخل بازی قرار بدیم و شخصیت هایی رو تولید کنیم که این شخصیت ها پیش بچه های ایرانی موندگار بشن. حالا به نظر میرسه بازی های رایانه‌ای ایرانی به حدی رسیده باشند که بشه جشنواره اونها رو در سطح منطقه‌ای و بین المللی هم برگزار کرد. مهدی صادقی، خبر جام جم.